سرخط خبرها. 8 کشته و بیش از 50 زخمی در انفجار شب گذشته هرات. رئیس جمهوری افغانستان طالبان را متهم کرد. سفرهای نوروزی در ایران با وجود نگرانی از موج جدید کرونا. 28 استان درگیر ویروس جهش یافتند. نامه انتقادآمیز ظریف به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. وزیر خارجه ایران خواهان لغو کامل تحریم‌های آمریکا برای احیای برجام شد. و تصادف‌های مرگبار و انسداد جاده‌ها در ایران بر اثر بارش برف و بوران. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. انفجار شب گذشته در هرات 8 کشته و 54 زخمی به جای گذاشت. اکثر قربانیان این بمبگذاری غیر نظامی بودند. مسئولیت این حادثه را هنوز کسی به عهده نگرفته. دولت طالبان را متهم کرده، اما این گروه گفته در این انفجار دست نداشته. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. صدای این انفجار در منطقه جنوب غربی شهر هرات به حدی نیرومند بود که گفته شده در سراسر شهر شنیده شده. هدف خودروی بمبگذاری شده حوزه پلیس بوده که منازل مسکونی زیادی در اطراف آن قرار دارد. موتری بود بغل این پسته بیامد. پسته هم نتونیست امنیت این مردم رو بگیره. این حادثه انفجار شدیدی رخ داد. در حدود 50 نفر زخمی داریم. 7 نفر همین همسایه‌ام رو شهید شدم. از این جمله 4 نفر خود ما زخمی داریم. فامیل ما تمام خونه و ایران ما همه ویران شده. عملیات امداد تا صبح امروز ادامه داشته. در زمان انفجار مردم در خانه بودند و با وقوع آن شماری از آنها زیر آوار گیر ماندند. بیشتر از 95% شهدا، مجروحان و مسلمون افراد غیر نظامی هستند که در این رویداد به شدت متحمل تلفات و خسارات شدند. همچنان خانه ها، منازل مسکونی، دکان هایی که در دو طرف این رویداد بوده همگی ویران شد. در کنار قربانیان این حمله، به گفته والی هرات، یک کودک 1 ساله نیز جان خود را از دست داده. حکومت انفجار شب گذشته را کار طالبان می‌داند. طالبان اما می‌گویند کار ما نیست. آوارنشینی مردم افغانستان با وجود آغاز مذاکرات صلح تغییری نکرده و همچنان قربانی می‌دهند. مذاکراتی که پس از 5 ماه در دوحه بدون نتیجه مشخصی قرار است با حضور نمایندگان دو طرف جنگ افغانستان در ترکیه ادامه یابد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. مسعود کروخی نماینده هرات در مجلس نمایندگان از کابل با ما هستن. خانم کروخی، این گونه حملات در هرات کم سابقه است. چرا هرات هدف قرار گرفته؟ به نام خدا، طوری که شما فرمودید، متاسفانه در طول همین مدت‌های جنگ‌هایی که بوده در ولایت هرات چنین اتفاقی اصلا نیافتاده بوده و برای مردم هرات کاملا بی‌سابقه است. در طی تقریبا 20 چند روز این سومین حمله خونینی که با موتربم یا مملو از مواد منفجر، او هم در مناطقی که اکثر مناطق مسکونی و متاسفانه همه مردمان فقیر و تهیدست بر اونجا زندگی میکنن. چند وقت پیش در پل مالان در یک پسته امنیتی چنین یک حمله‌ای که با شدت زیاد به وقوع پیوست، چون در اونجا خانه های مسکونی کمتر بود، تلفات هم کمتر بود. باز چند روز پیش در یک پستی امنیتی اسحاق سلیمان که تقریبا در غرب یا هومه شهر هرات واقع است، در اینجا حمله. فکر میکنید که چرا وضعیت داره بدتر میشه در هرات؟ واقعا برای ما هم متعجب کننده و متعجب کننده هست که چرا در ولایت هرات حالا چنین اتفاقاتی میفته. اما تا جایی که ما در تجاربی که از طی همی 14 جنگ ما داشتیم، همیشه هر زمانی که یک اتفاق خاصه در کل افغانستان بیفته، هرات بیشتر مورد هدف و آماج قرار گرفته. ما نمیفهمیم که تاکتیک های دشمن هسته، استخبارات منطقه هسته،
مخالفین است. چنین حملات به تنهایی یک گروپ یک جریان ما فکر نکنیم که بتونه در هرات، هراتی که مردم ولایت هرات کمترین همکاریار با مخالفین یا با حراس افکنا دارم و ای که چرا هرات مورد چنین آماجی قرار میگیره، خود ما هم شگفت زده شدیم. وقتی که با مقامات در میان میگذاریم خود شما هم میفهمیم که وضعیت طوری هست که کسی هم پاسخگویی نیست. در اولین حادثه‌ای که در پسته امنیتی پل مالان اتفاق افتاده بود، اگر در همون وقت زمان امین پسته های امنیتی مجهزتر می شد با کامره ها یا دوربین هایی که می تونست دشمن یا موترهای مملو از مواد منفجره در اونجی نزدیک می شد شناسه می شد. با توجه به اینکه خانم کروخی، با توجه به اینکه هیچ گروهی مسئولیت این حمله رو به عهده نگرفته، این انفجار رو، آیا میشه حد زد که چه کسی، چه گروهی پشت این قضیه باشه؟ با کمال تأسف، حالی افغانستان یک محل شده که هر کس از هر گوشه دنیا در اینجا میاد و هر کاری که دل خواست در اینجا انجام میده، بدون از این که کسی متوجه شه یا کشورهای خارجی و جامعه جهانی و کشورهای منطقه به فکر ما، به گمان ما، مردم افغانستان در تمام نابسامانی و در تمام قربانی هایی که اتفاق میفته زی دخل هستم. این که برای ما خیلی نگران کننده و ناامید کننده هسته. در هر اتفاقی از حکومت افغانستان گرفته تا ملل متحد و تا کشورهای جهان و سفارتهای کشورهایی که به نحوی زی دخل هستم با شدیدترین لعن محکوم میکنم. این برای ما اصلا بسنده نیست. ما خواهش، ما خواهش مردم ولایت هرات، خواهش مردم افغانستان، ما روزانه ده ها بلکه روزای میشه صدها قربانی میدیم. این ادامه این وضعیت باور کنیم به نام کسانی که کشورهایی که مدافع حقوق بشر و حقوق انسانها و انسانهای مظلوم هستم کجا هستم؟ هرچی زودتر نکنم به لحاظ خدا دیگه ما مردم افغانستان در و در خاک به سر شدیم. ادامه این وضعیت هر استخبارات و منطقه در اینجا کار میکنه، تمام مخالفین، تمام حراس افکنا، تمام افراطیون به دستور و به تمویل و به تجهیز کشورهای خارجی و منطقه در اینجا میآیند. ممنونم. دیگر اگر جهان شاهد چنین وضعیت ها در افغانستان است و تنها با محکوم کردن بسنده میکنه، باور کنیم تاریخ جهان نمیبخشه. متشکرم از شما مسعود کروخی، نماینده هرات در مجلس نمایندگان افغانستان در کابل. متشکرم. معذرت میخوام که وقت برنامه به ما بیشتر از این اجازه صحبت نمیده. متشکرم. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. وزارت معارف افغانستان میگوید نامه‌ای که اخیراً ریاست معارف کابل صادر کرده سیاست رسمی این وزارتخانه را منعکس نمی‌کند. چندی پیش ریاست معارف شهر کابل اجرای ترانه و سرود از سوی دانش آموزان دختر بالاتر از 12 سال در حضور مردان را ممنوع کرده بود. حالا وزارت معارف گفته این وزارت نه تنها از مشارکت دانش آموزان در فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی مثل ترانه‌خوانی حمایت می‌کند، بلکه اشتراک داوطلبانه همه آنها در این فعالیت تا را هم تشویق می‌کند. رئیس سازمان عفو بین‌الملل در نروژ اعلام کرده نمایندگان پارلمان این کشور، نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی و لوجین حزلول از عربستان سعودی را به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل امسال معرفی کردند. در بیانیه نمایندگان نروژی آمده این دو به خاطر تلاش‌هایشان در زمینه حقوق بشر به نمادهای برابری خواهی تبدیل شدند. نرگس محمدی سالها در ایران زندانی بود و اخیراً آزاد شده، اما با اتهام‌های تازه‌ای مربوط به دوران حبس روبروست. در ایران شورای نگهبان میگوید منع قانونی برای نامزد شدن نظامیان در انتخابات وجود ندارد. عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا گفته در دوره‌های پیشین هم افراد نظامی در انتخابات کاندیدا شدند. تا کنون دست کم دو نفر از فرماندهان سپاه پاسداران گفتند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهند شد.
در ایران ستاد مقابله با کرونا از شناسایی ویروس جهش یافته در 28 استان خبر داده. سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع شده، اما مقام‌های مسئول هنوز درباره فهرست نهایی این شهرها تصمیم نگرفتند و بسیاری سفرهای زود هنگام نوروزی را آغاز کردند. واکسیناسیون هم به کندی پیش می‌رود و مشخص نیست که چند درصد از مردم واکسینه شدند. فرنوش امیرشاهی گزارش می‌دهد. بازار شب عید زیر سایه همه‌گیری کرونا. مردمی که ظاهراً از محدودیت‌های کرونا خسته شدند یا مشغول خرید و گشت و گذارند یا قصد دارند به جاده‌ها بزنند. بلیت قطار هیچ ظرفیت خالی وجود نداره. مسیرهای مشهد، مسیر بندرعباس، مسیرهایی که پرتردیدن اصلاً بلیت خالی وجود نداره. هواپیما هم بعضی پر شده بعضی نه. ستاد ملی مبارزه با کرونا سفر به مناطق قرمز و نارنجی با ماشین شخصی و پلاک غیربومی را ممنوع کرده، اما سفر با قطار، اتوبوس و هواپیما آزاد است، البته به شرط داشتن گواهی تست منفی کرونا. بقیه شهرستان‌ها و شهرها سفر آزاده، اما در کنار این باز توصیه این است حد الامکان واقعا اگر کسانی فکر می‌کنند که قدرت رعایت ندارن یا شرایط رعایت رو ندارن، به حال باید خودشون ملاحظه داشته باشن. کمتر از یک هفته تا نوروز، هنوز درباره فهرست شهرهای سفر ممنوع و اصل مسافرت‌های نوروزی تصمیم گیری نشده و مردم بلا تکلیفند، اما ظاهراً تشویق به سفر غیر مجاز است. سبب ستاد کمیته امنیتی اجتماعی و کمیته تبلیغات ستاد ملی کرونا اینه که تبلیغ برای سفر ممنوعه. خب ما ممنونیم صدا و سیما و سایر رسانه هم این رویه رو گرفتن، یعنی ما تشویق نمی کنیم به سفر دارن. این سردرگمی ها در شرایطی است که به گفته سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، ویروس جهش یافته در 28 استان ایران چرخیده و هنوز هم خبری از واکسیناسیون عمومی نیست. 410,000 دوز واکسن اسپوتنیک روسیه رو به دستمون رسیده، 250,000 دوز واکسن سینوفارم دست ما رسیده، از بهارات چین، بهارات هندوستان هم 125,000 دوز هفته گذشته دست ما رسیده و 375,000 دوز هم انشاءالله دوشنبه دست ما خواهد رسید، یعنی مجموعاً 500,000 دوز. 100,000 دوز واکسن کوبایی هم دست ما رسیده که سرجم 1,000,000 حدوداً 260,000 واکسن دست ما رسیده. مشخص نیست که تا حالا چند نفر از مردم ایران واکسن زدند. مقام‌های بهداشت و درمان وعده دادند که از اواخر بهار واکسیناسیون عمومی را شروع کنند. با این چشم‌انداز، مقام‌ها نگران شروع موج چهارم کرونا در ایران هستند. با این حال، همچنان به توصیه اکتفا می‌کنند. مردم باید باز هم صدا و سیما، باز هم مسئولین به مردم بگن که عید دیدنی باز هم با ماسک، عید دیدنی، عید دیدنی بدون روبوسی، عید دیدنی بدون دست دادنی. شلوغی بازارهای شب عید نشان می‌دهد که این توصیه ها خیلی خریداری ندارد. کادر درمان بیمارستان ها هشدار می دهند که نتیجه رفت آمد های نوروزی و کندی روند واکسیناسیون در ایران تا 3 هفته بعد از تعطیلات عید مشخص می شود. اتفاقی که معلوم نیست با توجه به گستردگی میزان سرایت نوع جدید ویروس کرونا این بار چه تعداد از خانواده های ایرانی را گرفتار عزادار کند. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از عملکرد کشورهای اروپایی و آمریکا در مورد توافق هسته‌ای انتقاد کرده. محمد جواد ظریف به جوزف بورل نوشته اولین قدم برای احیای برجام بازگشت کامل آمریکا به تعهداتش است. او تأکید کرده ایران هم آمده است به همه تعهداتش برگردد به شرط آنکه تحریم ها کاملا لغو شود. آقای ظریف همچنین از همتای آمریکایی خود آنتونی بلینکن انتقاد کرده که گفته بود منابع مالی ایران در کره جنوبی تا زمان بازگشت ایران به تعهداتش در برجام همچنان معلق خواهد ماند.
برای صحبت در این باره مهران براتی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان با ما هستن. آقای براتی، با توجه به اینکه گفته میشه یک دیپلماسی غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن در جریان، این نامه آقای ظریف رو چطور باید تعبیر بکنیم؟ در راستای همون دیپلماسی غیر مستقیم؟ خب نامه 5 صفحه‌ای آقای ظریف به آقای بورل علاوه بر گلایه‌های فراوانی که در این نامه هست، بر مبنای این نگرانی نوشته شده که اروپایی‌ها هم همانند آمریکا تمایل زیادی برای بازگشت کامل به برجام ندارند و همان نکاتی رو که آقای بایدن گفته بودن میخوان که در کنار مسئله بازگشت برجام با جمهوری اسلامی صحبت کنن، مورد نظر اروپاییام هست. 4 موردی است که در قانونی که در 2017 اوت 2017 لازم اجرا شده از طرف کنگره و سنای آمریکا، 4 مورد داره. اون نکات 100 یا مواد 103 تا 106 این قانون میگه، بند اولش 103 میگه که بر صورت این اقداماتی که مربوط میشه به حرکات و یا فعالیت‌های نامتقارن جمهوری اسلامی در تهدید نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا، دوم مسائلی است که مربوط به موشک‌های بالیستیک میشه، سوم مسئله‌ای است که مربوط به حمایت از تروریست در منطقه خاورمیانه میشه، 4 هم مسئله‌ای است که مربوط به افرادی میشه که متهم به شکنجه و آزار و جنایت علیه بشریت هستند. با گزارشی که این اواخر به دست اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها رسیده، در این گزارش رسماً از طرف حکومت دیدن اینجا نوشته شده که رسماً شورای امنیت ملی ایران که در رأسش آقای خامنه‌ای هست دستور کشتار آبان ماه سال 98 رو دادن و این مسئله بسیار مهمی است برای اروپا و آمریکا که بر سر این مسائل با ایران صحبت کنن. یعنی بازگشت کامل به هر صورت در دستور نیست. این مثلا هم آقای روحانی متوجه شده. دقیقا همین منظور موضوعی که بهش اشاره کردید، با وجود اینکه آقای ظریف باز هم یک بار دیگه با بازگشت کامل آمریکا به تعهداتش صحبت میکنه، اما به نظر میاد که ایران از مواضع قبلی خودش مبنی بر برداشته شدن همه تحریم ها برای بازگشت به میز مذاکره داره کم کم عقب نشینی میکنه. بله همینطوره، شما فرمای شما درسته، صحبت از بازگشت جز به جز میشه در این مسئله. اتفاقا ما این در گزارشی هم که آقای گروسی به شورای حکام داده، گزارش مال 23 فوریه است ولی 12 یعنی دیروز تازه منتشر شده و در اونجا ما در بند 48 به خوبی میبینیم تمام صحبت‌های شده بود که 3 ماه گویا ایران فعالیت‌هاشو محدود میکنه در همکاری با آژانس، این وجود نداره. یعنی تمام کوشش‌ها رو جمهوری اسلامی میکنه یا آقای بایدن رو متقاعد کنه بلاواسطه وارد گفتگو و برداشتن تحریم‌ها بشه. اولین گامش از نظر جمهوری اسلامی میتونه آزادسازی فروش نفت و بازگشت درآمد حاصل از اون به نوعی از طریق بانک‌های موجودی که هست، امکانات موجودی که هست، به جمهوری اسلامی است. این خاص اصلی جمهوری اسلامی است، امکانش کم نیست. اگر از جانب آمریکا و غرب ایران تحت فشار قرار بگیره برای اینکه به بعضی از خواسته های اونها جامعه عمل بپوشونه، از به طور مثال فعالیت ایران در منطقه و یا برنامه موشکی، فکر میکنید که ایران تا کجا ممکنه که کوتاه بیاد؟ در مورد مسئله منطقه‌ای فکر میکنم جمهوری اسلامی میتونه کوتاه بیاد چون خود منابع مالی نداره. در مورد مسائل موشکی کوتاه نخواهد آمد چون تنها امکان دفاعی جمهوری اسلامی به اصطلاح بر پایه استفاده از موشک هاست، راهی جز این نداره. در مورد مسائلی که مربوط به افراد میشه، مربوط به جنایت علیه بشریت و غیره میشه، این لیستش بسیار بلند بالاست، در بعضی موارد میتونه بپذیره. در جمع میتونیم بگیم که از نظر زمانی آمریکا وقت زیادی خواهد خواست بتونه آغاز کنه برای برداشتن حداقل، یعنی حتی فروش نفت رو هم در 1-2 ماه آینده ممکن نخواهد بود. چیزی در حدود 5-6 تا 7 ماه وقت لازم هست و این رو ایران هم میدونه. عجله دارن، فشار میارن که آمریکا عجله کنه و لااقل در 2-3 ماه آینده، یعنی بعد از
انتخابات ریاست جمهوری ایران با رئیس جمهور ایران بتونه اولین به اصطلاح گام موفقیت آمیز رو رئیس جمهور جدید با آمریکا برداره. این خاص اصلی جمهوری اسلامی است. مهران براتی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان، متشکرم. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس جمهوری افغانستان طالبان را مسئول بمبگذاری شب گذشته در هرات معرفی کرده که 8 کشته به جای گذاشت، اما این گروه میگوید در ماجرا دست نداشته. با وجود نگرانی از موج جدید کرونا در ایران و درگیری 28 استان با ویروس جهش یافته، سفرهای نوروزی در ایران آغاز شده. در ادامه برنامه، در آستانه دومین سالگرد حمله مرگبار به دو مسجد در شهر کرایستچرچ، رهبران مذهبی و سیاسی نیوزیلند گرد هم آمدند. در ایران حدود 20 استان درگیر برف و بوران شدید بودند که باعث حوادث جاده‌ای و مرگ دست کم 4 نفر شده. هزاران نفر شب گذشته را در خودروهایشان در میان برف و کولاک گذراندند. بسیاری از آنها با کمک امدادگران به مراکز اسکان موقت منتقل شدند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. هزاران نفر در جاده‌های ایران گرفتار برف و کولاک شدند، اما وضعیت در آزادراه زنجان قزوین مرگبار شد. 3 کشته و 10 زخمی در یک تصادف زنجیره‌ای در میان برف و کولاک. در جاده کرج چالوس هم ریزش بهمن یک اتوبوس را واژگون کرد و 1 کشته و 19 زخمی به جا گذاشت. لحظاتی وحشت آور در میان تاریکی شب و کولاک شدید برای یک تیم فوتسال. اما ماموران امداد هم بیکار ننشستند و در 21 استان که شرایط مشابهی را تجربه می‌کرد به کمک آسیب دیدگان شتافتند. نزدیک به 7000 نفر کمک گرفتند و 2000 نفر به مراکز اسکان اضطراری منتقل شدند. ما از آذرشهر میامدیم اینجا توی دامغان، تقریبا تو 10 کیلومتری دامغان به سمنان گیر کردیم توی برف و بوران. از دیشب تا امروز صبح دیگه همینطور گیر کرده بودیم دیگه. امروز خدا خیرشون بده، دوستان راهدار اینا اومدن و ما رو خلاصه برداشتن، خانواده رو بردن، از ماشینامونم اونجا هست. ده ها تیم عملیاتی برای گرفتار شدگان پتو و غذا بردند و کمک کردند. این وضعیت وخیمی بود که از آذربایجان تا خراسان شمالی را شامل می شد، از جمله در استان سرسبز گلستان که امروز سفید پوش بود. جاده های بسیاری در استان های شمالی بسته هستند تا خطر برای مسافران به حداقل برسد. بعضی هم بازگشایی شدند. پلیس به مسافرانی که از گردنه های برفگیر و جاده های لغزنده عبور می کنند توصیه کرده که به چرخ خودروهایشان زنجیر ببندند. حتما خودروشون تجهیز بشه به زنجیر چرخ، وسایل گرمایشی و همچنین چراغ های خودروشون رو کنترل کنند، برفاکناشون سالم باشه و در این حال هم رعایت سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی از وسایل نقلیه جلوی بیش از پیش. وضعیت بعضی از جاده ها در استان های درگیر نامناسب است، حتی دید کافی ندارند، چه رسد به امکان رانندگی. آنهایی که به هر حال بخت خود را آزمودند در راهبندان های سنگی متوقف شدند و ناگزیر ساعت ها داخل اتومبیلشان ماندند، از جمله اینجا در مسیر ورودی و خروجی دامغان. چنین برف سنگینی در آستانه سال نو اولین تجربه زمستانی سخت برای بعضی از مناطق ایران بود، اما تجربه زودگذر، چرا که سازمان هواشناسی گفته از فردا این سامانه برف و باد از ایران عبور خواهد کرد. سیاوش اردلان، بی بی سی. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. در ادامه اعتراض‌های خیابانی در میانمار، نیروهای امنیتی دست کم 8 معترض دیگر را کشتند. تظاهرکنندگان در شهرهای یانگون و ماندالی گرد آمدند تا به کودتای ارتش و سرنگونی دولت منتخب این کشور اعتراض کنند. نظامیان میانمار تظاهرات هفته‌های اخیر را به شدت سرکوب کردند. تاکنون 10 نفر از معترضان کشته شدند. دولت سریلانکا در آستانه اعمال ممنوعیت پوشیدن برقه در اماکن عمومی این کشور است. وزیر امنیت ملی گفته دولت لایحه را تصویب کرده و حالا باید پارلمان آن را نهایی کند. 2 سال پیش گروه های اسلامگرا در سریلانکا در حملاتی متعدد 250 نفر را کشتند. از آن زمان تا کنون دولت این کشور در تلاش بوده تا پوشیدن برقه را ممنوع کند. دولت سریلانکا همچنین به دنبال آن است حوزه های دینی ثبت نشده در این کشور را تعطیل کند.
چاک شومر رهبر اکثریت سنای آمریکا از اندرو کومو فرماندار نیویورک خواسته از سمت خود استعفا دهد. آقای کومو اخیراً با اتهام آزار جنسی از سوی دست کم 6 زن روبرو شده. رهبر اکثریت سنای آمریکا گفته آقای کومو اعتماد همکارانش و شهروندان نیویورک را از دست داده. فرماندار نیویورک تمام اتهام‌های مربوط به آزار جنسی را رد کرده. پس فردا دوشنبه دومین سالگرد حمله مسلحانه به دو مسجد در شهر کرایستچرچ نیوزیلند است که جان 51 نفر را گرفت. خانواده‌های قربانیان و رهبران مذهبی و سیاسی امروز گرد هم آمدند تا با ابراز همدلی و همبستگی یاد جان باختگان را گرامی بدارند. تانیا دندریناس گزارش می‌دهد. افراد جامعه یک پارچه اینجا گرد آمدند. فضا سرشار از احساسات و عواطف بود و عده‌ای در رسای عزیزانشان صحبت کردند. جان 51 انسان قربانی تنفر و ترور شد. Harun smiling goodbye on the morning of Friday, 15th March, still echoes in my mind. چهره خندان هارون هنگام خدافزی در صبح جمعه 15 مارس هنوز جلوی چشمامه. The body and soul. اصلا فکر نمی‌کردم دفعه بعد که می‌بینمش روحش از جسمش جدا شده باشه. به فکرم نمی‌رسید که اون روز تاریک‌ترین روز نیوزیلند باشه. علی مدنی یکی از نیوزیلندی‌های با افتخاری بود که از دستش دادیم. اون پدرم بود و بخشی از روحم رو با خودش برد. این ملت زخم خورده هنوز هم از پیامدهای آن روز رنج می‌برد و سایه شوم آن هنوز هم روی سر بازماندگان سنگینی می‌کند. با 9 گلوله توی بدنم کف آمبولانس افتاده بودم و از درد و ترس به خودم می‌پیچیدم. تحقیقات این قتل عام آشکار کرد که پیش از حمله مجموعی از کاستی‌ها وجود داشت، اما نتیجه گرفته شد که این فاجعه قابل پیشگیری نبود. نخست وزیر از همه خواست تا مهربان و همدل باشند. میراث بی‌نهایت دردناک 15 مارس غیر قابل تردید است. اما برای اینکه در پس آن ملتی یک پارچه باشیم، هیچ وقت خیلی زود یا خیلی دیر نیست. لطفاً این لوح رو برای مسجد جدید از جانب مردم محل، مردم کرایستچرچ و مردم نیوزیلند بپذیرید. ملتی که در سوگ هموطنانشان امروز با عشق کنار هم ایستادند. In love. تانیا دندرینوس، BBC News. تازه‌ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم ببینید، bbcpersian.com. برنامه‌های تلویزیون و رادیو رو میتونید در سایت فارسی BBC ببینید و اطلاعات مربوط به برنامه‌ها و ساعت پخش رو از طریق سایت ما به دست بیارید. میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما.